درود بر همه شما هموطنان عزیز که اینک بیننده برنامه امید جاودان از شبکه خودتون هستی، شبکه محبت، و شکرگزار از اینکه خداوند مطابق فیضش این برکت رو داده تا ایرانی ها در سراسر جهان با هم متحد بشن و در برابر قدرت نظام اسلامی بایستن. و مطمئن باشیم که شاهد روزهای پرشکوهی خواهیم بود، شاهد سرنگونی نظام اسلامی خواهیم بود. اون کلیپی رو که عزیزان مشاهده کردید از خدمات محمد رضا شاه عزیز بودش که به مناسبت زادروزش گفتیم بهتر هست که این رو بذاریم. میدونم که همه آگاه هستیم از خدمات این عزیزان، و جالب هست که مصادف شده با 40 روز از درگذشت مهسا امینی، شعله ای رو که خداوند به توسط، هرچند مرگ این دختر، مرگ جسمانیش بر روی زمین دلیل بیداری و آگاهی و اتحاد شد، و ایمان دارم خداوند مطابق فیضش همه ای ماها رو برکت خواهد داد که شاهد سرزمین آزاد ایران باشیم. کم نیاریم عزیزان، خسته خاطر نباشیم، بایستیم و مطمئن باشیم که خداوند ما رو رهایی خواهد داد از آنچه که امروز دلیل این همه ظلم و ستم شده. قبل از اینکه بخوایم با مهمانان عزیز باشیم و همچنین بریم کلیپی از برادر عزیزمون آقای سعید محمدی عزیز ببینیم نسبت به این روزها که اعلام میکنه روسری تو بردار، لطفاً بیایید با هم متحدن دعا کنیم برای کشور عزیزمون ایران و برای سرنگونی نظام اسلامی. پدر عزیزم، خدای قدوس، حقیقتاً ممنون شکرگزار هستم به پاس محبتت، به پاس رحمتت، به پاس این اتحاد و این دلگرمی که تو در قلب افکار و دل و احساسات ایرانیان ایجاد کردی. از تو میخوام ای خداوند سپر حفاظت مردم ایران باشی، این معترضین باشی، و ای خدا فرشتگانت رو بفرست تا سپاهی ها و بسیجی ها و آخوندها و نظام اسلامی رو سرنگون کنن. ای مسیح خداوندم، دعای ما امروز ای خداوند برای کسانی هستش که ای پدر برای آزادی ایستادن، و همچنین دعا میکنیم برای کسانی که ای خداوند دست به دامن قدرت ظلم شدن برای اینکه به مردم ما آسیب برسونن. پس تو باشی که بسیجی رو، سپاهی رو، اطلاعاتی ها رو، ای خدا تمام کسایی که تا به امروز با خیرگی ایستادن و نمیخوان به مردم ما بپیوندن، اونها رو سرنگون میکنی. سرنگون کنه ای خدا این نظام تاریکی اسلام و نظام جمهوری اسلامی رو، و ای خدا سرزمین ما رو آزاد کن و در این آزادی نام تو بلند کرده بشه. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. میریم برمیگردیم با آقای سعید محمدی خواهیم بود. روسری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. روسری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن. روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن. رقص خوشه های سرخ بغز من تمام موی توست. خیس میشه صورتم، میرسم به آرزوی تو. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من بخند، برقص، به بوس اعتراف کن. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من بخند، برقص، به گریه اعتراض کن. ها
هللویا، حقیقتا لذت بردیم. آنچه که از دل برمیاد بر دل میشینه و از اونجایی که آقای سعید محمدی عزیزم گذشته از اینکه ترانه ساز هستن، گذشته از اینکه در سبک پاپ حقیقتا جزء اساتید ایرانی هستن و سالهاست دارن در جمع هموطنان عزیزمون این محبت رو دارن، این هنر رو جاری میکنن و قلب ها رو لمس میکنن، ایشون به عنوان یک دلسوز و فعال سیاسی نیز در کنار هموطنانمون ایستادن. این افتخار داریم اینک با آقای سعید محمدی عزیز باشیم و از ایشون بشنویم که آنچه را که به عنوان این ترانه که روسری تو در بیار با چه انگیزه شروع شد و میدونم که هنوزم در این تولید کارهای زیبا هستید برای هموطنانمون، چگونه این قدم ها رو بر میداریم تا برسیم به آزادی سرزمین عزیزمون ایران. با درود خدمت آقای سعید محمدی عزیز. درود به شما برادر رسول گرامی، درود به هموطنانم، هموطنانی که در این جوشش اجتماعی همینطور میدونم میبینم دوستانم و اطرافیانم رو که جوش میکره این روح ما، احساس ما در یک قلیان عمومی، در یک تلاطم به سر میبریم این روزا. امیدوار هستم که در این تلاطم خودشون رو حفظ بکنن، مقاومت بکنن و پایداری و پایمردی بکنن اونگونه که داره دیده میشه و درود میفرستم به یکایکشون. خیلی خوشحال هستم، ممنونم از شبکه محبت که به من این فرصت رو داد، دعوتم کردن که حرفم رو بزنم. واقعا سپاسگزار شما برادر رسول، همکاران گرامی هستم. روسری در بیار داستان یه جوری شده که تمام این انقلاب من فکر میکنم به مضمون این ترانه الان ربط کامل پیدا میکنه، چون که همه چیز از اونجایی شروع شد که یک نفر روسری شد، یک کمی شاید آزاد کرده بوده، کشیده عقب و یک شیطان صفتی بهش گیر میده، میاد مخصای عزیزمون رو میگیرن و اذیتش میکنن و مورد آزار و اذیت و مورد ضرب و جهل قرار میدن در اون اتومبیل، نمیخوام بگم ولی واقعا لعنتی از نظر من که این دختر رو که با این روح آسمانیش، چرا میگم روح آسمانی برادر رسول، به خاطر اینکه این همه آدم این وسط شهید شدن، کشته شدن، قربانیایی که نهضت ما، جنبش ما، انقلاب ما داده، ولی یک باره یک دختری میاد و به خاطر اون روسری که به زعم اون مأمور شیطانی که داشته این رو نگاه میکرده، یک خورده روسری شل شده، بعد اومده و زده و این دختر رو اذیت کرده و بعد این دختر میفته و دچار آسیب شدید مغزی میشه، جمجمش میشه و از بین ما میره، ولی اون پرواز ابدیش رو آغاز میکنه. یک جایی خط پایان برای زندگی مهسا بود، ولی همون لحظه میشه خط شروع 80 میلیون انسانی که زیر بار ظلم و زیر بار نفرت و زیر بار نکبت و زیر بار فقر و هر چیزی که شما فکر کنید برای یک ملت بده. من واقعا وقتی که این چیزها رو اصلا دوباره ریکال میکنم، دوباره به خاطر میارم و میخوام صحبت شو کنم، اصلا یک جوششی تمام وجودم رو میگیره و صدام یه دفعه ولومش عوض میشه. این کار رو میکنن و این 80 میلیون با مرگ اون دختر 80 میلیون یه نهضت، یک انقلاب متولد میشه. رو سری تو در بیاره، حالا براتون بگم این کلیپ رو چون که نشون دادیم و شاید بعضی ها دوست داشته باشن بدونن، این شعر و ترانه، این ترانه و این ملودی مال من نیست، من نساختم. به طبقه اولین جز معدود اثراییه که من فقط تنظیمش کردم خودم و این ترانه و ملودی رو بالای 15 سال پیش، اون موقع که هیچ کس اصلا صحبت این حرف نبود، من با یه دوستی که در داخلم هستم صحبت کردیم، گفت آهنگ و شعر و اینا میخوام، دوست دارم برات بسازم، خیلی دوستش با من همکاری کنه. من گفتم راجع به یه همچی چیزی بسازیم و ایشون ساخت و داد به من و من گفتم اوکی خیلی عالی و گذاشتم، موند و نخوندم، موند تا همین 5 سال پیش. یه روزی این خانم مسیح علی نژاد اومد توی میدون و شروع کرد چهارشنبه های سفید رو راه انداختن و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که این حرکت رو دیدم در ایران جواب میدن مردم.
اومدم و این ساختم این آهنگ رو ملو... نشستم تنظیمش کردم. شاید مثلا دو سه روزه کار من ترانه‌سرا هستم، موزیسین هستم، آهنگساز هستم، ولی تنظیم خیلی کم میکنم، مگر اینکه یک کاری رو واقعا دوست داشته باشم و واقعا ببینم که میتونم از عهده کار تنظیمش بر بیام. و ساختم و خوبم شد، خدا رو شکر خوبم شد و این رو برداشتم و فرستادم برای خانم علی نژاد. اصلا جواب من نداد، یعنی اصلا برای من اون لحظه که من اینو فرستادم، شما فکر کنید میای شما یه کاری میکنم، اون موقع ایشون به معروفیت امروز نبودن، تازه اومده بودن و یه خود سر و صدا کرده بودن و داشتن همین کارا رو میکردن که خودشون مطرح کنن، ولی ما نمیدونستیم که ایشون یه دفعه از آسمون باز شد و یک خانم مسیح علی نژاد اومد، یک دختر شهرستانی با ته لهجه آملی بابلیش، و اینجوری خیلی خودمونی و خیلی خاکی و مردم هم خیلی مورد توجه قرار گرفت. ولی از اون وقت ساپورت هایی که شد ایشون، ما اصلا موندیم که این ساپورت ها از کجا میاد، چرا باید یک آدمی، چرا منی که 40 سال فعالیت میکنم و شمایی که 40 سال داریم مبارزه میکنی، یا کسانی خیلی کسان دیگه هستن، این ساپورت ها رو نمیگرن، نمیبرنشون توی پارلمان با نماینده ها صحبت کنن، نمیدونم تا یک نفر دو تا خیابون اون بعدتر میگیرن میگن این میخواسته اینو بپشه. میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که دستهای بیگانه و دستهایی در کار هست که یک کسایی رو بیارن و بولد کنن، نشونشون بدن و مردم رو یا تحمیل کنن یا فریب بدن یا به هر حال مقاصد، من فکر کنم نادرستی رو، ناشایستی رو بهتره بگم، در یک تلویزیون مسیحی دنبال میکنن. و این خانوم اصلا تو جواب من نداد و منم یه خود بهم برخورد و فکر کردم که خب حتما شاید آهنگم بد بوده، شاید این کار اونجوری که باید نبوده. و جالبه من برای اولین بار دارم این صحبت ها رو میکنم اینجا در مقابل مردم، و از صمیم قلبم میگم و مثل همیشه هم دارم صادقانه میگم، بله ایمان دارم، ایشون جواب نداد. ولی تو همین مدتی که اومدن و داستان مهسای گرامی، مهسای عزیز پیش آمد و همه چیز فقط بابت، یعنی در یک کلمه روسری خلاصه شد و رپ پیدا کرد، من اومدم این آهنگ رو با یک کلیپ دیگری که دوست عزیز دارن که گرافیست هستن ایشون درست کردن و ما گذاشتیم روی اینستاگرام و یاده بام همه من دو تا درس گرفتم از این مطلب. یکی این که این داستان که پیش اومد، من فهمیدم که به هر حال اونجایی که من فرستادم اشتباه بوده و مقصد این ارسالی نبوده. دوم این که هر چیزی شرایط و زمان خودش شده، و وقتی شرایطش پیش بیاد مردم، مثلا در مقابل، ببینید من الان 36 سال در موسیقی دارم فعالیت میکنم و برای کشورم دارم فعالیت میکنم، کم نیست، کم نیست برادر رسول، من رو از کنسرت های بزرگ قطع کردم، من رو از تمام اونجاهایی که اکسپوژر هایی که حرفه‌ای و بزرگ، علارغم این که همیشه آهنگ هام و آلبوم هام به شهادتی که کمپانی کلتکس پرفروشترین آهنگ ها بوده و همیشه مورد استقبال مردم بوده، ولی نذاشتن. من سختی های بسیاری کشیدم برادر رسول، و تو این 30-40 سال که بابت حرفم وایستم، و به خاطر این بود که برادرم اکبر رو که اون موقع در زمان مرگش 36 سالش بود فقط جانب. یه روز که رفت دختر 4 سالش رو در کیندرگارتن در هامبورگ بذاره، البته ایشون با هواپیما فرار کرده بود و گفته بود به جنگ اعتراض داره، به علی خامنه‌ای رفسنجانی اعتراض کرده بود و روزنامه کیهان چاپ لندن هم با ایشون مصاحبه کرد و قشنگ آدرس ایشون رو تو روزنامه چاپ کردن. اینو بهتون بگم واقعا این کارو کردن، یعنی گفتم پلوی برادرش در هامبورگ، یعنی پلوی من داره زندگی می‌کنه، و قشنگ آدرس زدن جایی که ایشون قایم میکرد و پنهانی میرفت و میامد، به خاطر اینکه میدونست که دنبالش هستن. دو تا تروریست در مقابل کیندرگارتن دختر 4 سالش اون موقع در هامبورگ، در حومه هامبورگ، صبح ساعت 8 صبح توی برف و زمستون، وقتی دختر رو میذاره کیندرگارتن، میاد تو حیات کیندرگارتن، دو تا به نظر میامده مثل اینکه یک ایرانی یک عرب بوده، 6 گلوله از پادرش میدارن و متاسف. من برادرم رو از دست دادم، باید وای میستادم بابت این حرف و وایستادم بابت این حرف. برابر
درود بر شرفتون، درود بر شرف شما، درود به شرف یکایک مبارزه. عزیزید عزیزید، خب من به خوبی میدونم، چرا که سالها میشناسم، نسبت به فعالیتاتون آگاهی دارم، که شما در کنار هنرتون ایستادید برای هموطنانون و مسلما تحت جفا قرار گرفتید، به خاطر اینکه افکار شما افکار بود که حق طلبانه بودش و در این مسیر قدم برداشتید. میدونم که یک کلیپ دیگه هم شما آماده کردید به نام حرف حق، اما میخوام قبل از این که به شما درود به درود بفرستیم و بریم این کلیپ رو ببینیم، میخوام باز از شما بشنوم نسبت به این روزها، این روزهایی که درش هستیم، به عنوان یک هنرمند، به عنوان هنرمندی که چشماندازتون این بوده که یک روزی یک بیداری عمومی ایجاد میشه در بین ایرانیان داخل و خارج، همه با هم متحد میشن و شاهد سرنگونی نظام اسلامی خواهیم بود. احساس امروز شما رو میخوام بدونم. خیلی سپاسگزارم. ببینید، شما از کلیپ من به نام حرف حق نام بردی برادر رسول. حرف حق برای منی که دنبال حق هستم 40 سال، بیشتر از 40 سال دیگه، الان 43 سال شده، ولی من 38 ساله که از روزی که با مرحوم فریدون فرخزاد از ایران ما گریختیم با هم دیگه، اومدیم ترکیه و بعد کنسرت های ملی میهنیمون رو آغاز کردیم دور تا دور دنیا، من در واقع کار هنریم رو با حرف حق، با حرف سیاسی شروع کردم که بر علیه جمهوری اسلامی زده میشد. و تو این رهگذر که میامدم، تو این راهی که اومدم، هرگز و هرگز نایستادم، هرگز و هرگز گیباب نکردم. با گفتم بهتون، با اینکه کنسرت ها ازم بریده شد، جریانات و شریانه های مالی من رو قطع کردن، ولی من موندم، چون که به هر حال 4 تا آدم نون حلال خور بودن که کمکم بکنن و به این برنامه دادن و موندم زندگی کردم. مضافم بر اون که آهنگساز و ترانه‌سرا بودم و با همکارم کار کردم، حرف حقم رو ولی فراموش نکردم. امروز روز من دنبال حرف حق هستم. شما یک کلمه جمله زیبایی گفتین، گفتین ایرانیان برون و درون با هم دیگه همبستگی بکنن و این جمهوری اسلامی نکبتی رو ساقط بکنن و مردم به آزادی برسن. دقیقاً این یک حرف حق بزرگه که در سینه ماست. من در این آهنگ میگم سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق پنهونه، کوچه به کوچه شهرم فریاد آزادی. آمین. فریاد آزادی یعنی چی؟ یعنی این فریادی که من و شما داریم میکشیم، همین طلب حقی که ما میکنیم. ببینید، امروز روز میبینم من تلویزیون هایی هستم، امروز متاسفانه دنیا رو وسایل ارتباطی، شادم خوشبختانه نمیدونم، در بر گرفتن و تأثیر گذار هستن. تلویزیونی میاد و را میفته با کمک و پول عرب ها و خارجی ها، و این تلویزیون میاد و کسانی رو گنده میکنه، بزرگ میکنه و کسانی رو میذاره عقب. ببینید، من تو این 43 سال طرفدار نظام، من طرفدار شخص رضای پهلوی بودم و نظام مشروطه، یعنی میخواستم که ایشون در ایران روی کار بیاد و نظام مشروطه به یک پادشاهی سمبولیک. بیش از هزاران سال تو این مملکت اقوام ایرانی زندگی کردن وقتی که یک شاهی اون بالا بوده و حکومت میکرده، ولی مشروطه سلطنت این بود که یک شاهی فقط سلطنت کنه به مثابه نمایندگی از این اقوام ایرانی. و بعد شما ببینید این اقوام ایرانی امروز روز جهان عوض میشه، جهان تغییر کرده و شیوه های حکومتی تغییر کردن، مردم تغییر کردن، شیوه های حکومت کردن بر اون مردمان تغییر کرده. امروز روز شاید طرفداری از رضای پهلوی، از شخص رضای پهلوی، به مثابه این که کسیه که از کودکیش تربیت شده، از کودکیش ناراحتی و به قول شما جفا داشته تو زندگیش دائم، که یک انسان برای دیپلماسی تربیت بشه، بزرگ بشه، رشد بکنه و در سطح دیپلماسی برای مردم، در سطح های لول، در سطح خیلی بالا برای مردمان کشورش هم حق طلبی بکنه، هم بیاد و راهنمایی بکنه به مثابه یک نماد اون بالا سلطنت بکنه. حالا امروز روز همه تغییر میکنن، منم میتونم تغییر بکنم، منم میتونم بگم که رضای پهلوی به عنوان یک کاراکتر، یک شخصیت دارای اون امتیازاتی هست که میتونه امروز روز این جنبش یا این انقلاب رو رهبری بکنه و بتونه تمام آدمهایی رو که فعالیت میکنن زیر چتر نمادین شخصیت خودش جمع بکنه و اینها رو به سرمنزل
انتخابات یا رفراندوم برسونه و در اون رفراندوم معلوم بشه که مردم چه میخوان. الزاماً طرفداری از رضای پهلوی طرفداری از نظام یا محتوای نظام حکومتی آینده که سلطنت باشه نیست. من امروز روز شخص رضای پهلوی رو تایید میکنم، ولی تو این وسط میبینم که تلویزیون هایی که میان و جمع میشن هستن و تاثیرگذار هستن و تاثیرگذار میشن، حالا با پول بیگانه بعضیشون ساخته شدن و آدم نمیدونه واقعا این حرفایی که امروز میان میزنن حرف کیه، حرف مردمه یا حرف بیگانگانه و چه چیزهایش رو انتخاب میکنن، فیلتر میکنن ببینن که به قول خودشون غربالگری میکنن که ببینن کدوم حرفشون مردم رو به کجا برسونه که اون بیگانه یک امتیاز ببره یا یک منفعت بکنه. نه، ما نمیایم شخصیت هایی که میپرورونن و میارن و میخوان به عنوان رهبر به مردم نشون بدن یا سوار مردم بکنن، ما قبول نمیکنیم. ما هستیم انسان های بسیاری مثل من هستن که شخصیت های برگزیده مثل رضای پهلوی رو دنبال میکنن و حمایت میکنن و نمیذارن مانع هستن از اینکه کسانی مثل حامد اسماعیلی یا کسان دیگه مثل همین خانمی که اسم بردم مهسا، معذرت میخوام، مسیحا علی نژاد، یا مثل مسیح علی نژاد و یا کسان دیگه بیان و بخوان رهبری یک ملت رو در بر بگیرن. من واقعا از مردم میخوام که در این ببینید، ما 40 سال پیش 44 سال پیش اول روشن فکرها شروع کردن و بعد ملی‌ها اومدن، بعد توده‌ای‌ها و مجاهدین و چریک‌ها و همه جمع شدن اومدن وسط. یک انقلابی رو افتاد که انقدر همه‌گیر بود که نظام سلطنتی رو متاسفانه ساقط کرد، ولی در همون وانفسای هیجانات انقلابی و شور و حال انقلابی که مردم داشتن فعالیت میکنن، یک دفعه آقای خمینی از تو جعبه جادو در اومد و عکسش رو تو ماه دیدن و شد اونی که نباید میشد. این بار نیاییم و دوباره ما نباید فریب بخوریم. باز یه کسایی رو برای آقا 2 ساله یک هواپیما افتاده و متاسفانه 176 هموطن یا غیر هموطن انسان اون وسط نابود شدن و یک کسی به عنوان فردی از یک خانواده میاد فعالیت میکنه، اصلا نه پیشینه سیاسی وجود داره، نه بک‌گراند مبارزاتی وجود داره، نه تربیت و تعلیمی که بر مبنای اصول باشه که از این آدم یک دیپلمات، یک کسی که ایران آینده، ایران مدرن برای این همه جوانانی که امروز آپدیت هستن بخواد برای اینها حکم رانی بکنه، اصلا نداره این چیزها رو، این بک‌گراند. بعد میاد یه دفعه فقط به خاطر اینکه یه عده خوششون اومده که ایشون مثلا 2 کلمه یه جا گفته یا مثلا نمیدونم به هر دلیلی با یک دلایل واهی بیایم و یک کسی رو ساپورت بکنیم بگه آقا حالا بیا تو رهبر ما شو. اگر قرار بود رهبر این چنینه انتخاب کنیم، باید از کف خیابونه تهران اون جاهایی یا ایران اون جاهایی که امروز بچه‌ها میرن و چش بر چشم ماموران تا دندان مسلح رژیم می جنگن، اونا رو انتخاب بکنید. اونا میان، به هر حال میان، آقای ایدری برادر رسول، اینها میان، این بچه ها میان رشد میکنن و الان شاید زود باشه در این مورد صحبت کنن، ولی به زودی زود شما خواهید دید همون بچه های محلات تهران یا ایران، همونها انسان های فرهیخته درشون بسیار هست مسلم. که شجاع هم بودن، که در داخل هم هستن و که چشم در چشم ابلیس هم باهاش گلاویز شدن و دارن پیروز هم میشن. اونها هم هر حرف برای گفتن دارن و حق دارن. نباید بیایم امروز با عجله کسانی رو انتخاب بکنیم که هیچ نوع بک‌گراند سیاسی مبارزاتی اعتراضی ندارن. یه دفعه تو این 1-2 ساله خودم میدونه از آسمون مثل علی برجی دق افتادن وسط و مردم هم یه سری رو با این رسانه های بلا نسبت رسانه محبت بعضی از این رسانه ها هستن که واقعا مثل معرکه گیری های قدیم هستن. خیابون رد میشیم میدیدیم یه عده جمع شدن میرفتیم میدیدیم یه نفر اومده اون وسط شلوغش کرده و یک تار و دنبک و یه میمون و نمیدونم این چیزا و بعد اون وسط هم جیب برا میرفتن جیب مردم رو میزدن. این داستان دقیقا شبیه اون داستان، این رو یاد من تو رو به خدا حواسمون جمع باشه، تو رو به خدا هوشیار باشیم، تو رو به خدا با چشم باز ببینیم. نه یا این دوباره 5 سال دیگه بعد از اینکه همه این خونها ریخته شد، تمام این کشور دوباره خراب شد، دوباره تمام همه چیز از گراند زیرو دوباره بیایم شروع بکنیم و بعد بگیم ای وای من، این یکی که بدتر از اون قبلیه. دقیقا. خدا نخواد برامون، خدا آمین. نخواد.
حرف من حرف حقه. حرف حقم رو فریاد کشیدم در آهنگی که فریاد واقعا حرف حقه. 80 میلیون بوده و 44 سال این فریاد در سینه‌شون مدفون بوده، مثل همون چیزی که در این ترانه گفتم، و حالا فریادش انقدر رسا، انقدر محکم و انقدر بلنده که دنیا رو تسخیر کرد. افتخار میکنم به یک تکه هموطنانم، افتخار میکنم به تمام این نوجوانان 14-15-16 و برو بالا، و حتی تمام هموطنانی که اینجوری دیگه جونشون رو به کف دستشون گرفتن و دارن میرن به مبارزه رژیم. افتخار میکنم به یکی چون جونم رو پداشون میکنم و امیدوار هستم که مطمئنم این امید من به زودی تحقق پیدا خواهد کرد. این حرف حق ما زده خواهد شد بلند به بلندای آسمان و ایرانی ها پیروز، ایرانیان واقعی پیروز خواهد شد و نکبت و خفقان و دیکتاتورشیپ و زندان و با 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 با. و امیدوار هستم که اون روز شخص یا اشخاصی که واقعا جربزه و کوالیتی و کیفیت رهبری رو دارن بیان سر کار و ما همه به عنوان یک ملت یک ایران آزاد و آباد رو دوباره داشته باشیم. آمین آمین آمین. با سپاس از زای سعید محمدی عزیزم، هنرمند ارجمند، در کنار هنر زیباشون برای آرامش، شادی، قوت نیز فعال سیاسی هم هستن. آنچرا که سعید عزیزم اعلام کردن، هم وطنان عزیز، چون من سعید جان رو میشناسم، این افتخار رو دارم که سالها هست آشنا هستم با ایشون. ایشون حرف دلش رو میزنه، با توجه به اینکه نسبت به تمام شخصیت‌هایی که گفته یک احترام خاصی داره، هر کسی کار خوش داره میکنه، اما حرف دلش زده، همون حرف حقی که الان میریم با همدیگه این موزیک ویدیو رو ببینیم ایشون زده. ایشون در راستی ایستاده، انقدر به دنبال حق بود، همون گونه که مسیح اعلام میکنه حق را بطلبید تو حق شما را آزاد کند، سعید عزیزم نیز با گواهی که در کلیسای پرستان مسیح چندی پیش دادم، بدون هیچ ترسی، بدون هیچ نگرانی نسبت به آینده دیگران چه فکر میکنم، آزادانه اومدن صحبت کردن در کلیسا و همچنین سراییدن در کلیسا، هم برای مسیح هم برای مردم خوندن. پس با دلش داره صحبت میکنه. خواهش میکنم به مطالبی که آقای سعید محمدی، باز عرض میکنم نسبت به شخصیت هایی که اعلام کرد با احترامی که به اونها هستش، لطفاً عمیق فکر کنید. شاهزاده رضا پهلوی که ما یک روز از زادروز پدرشون محمد رضا شاه گذشتیم، به خاطر خدمت به ایران و ایرانیان به دنیا اومده، برای تولدش دعا شده و تعلیم گرفته و تعالیمش امروز هست. برای همین از یک نرمش خاصی ما در شخصیت شاهزاده رضا پهلوی میبینیم. حالا خیلی هم میگن رضا پهلوی، رضا پهلوی خودش هم اصلا هرگز نمیاد ادعای داشته باشه نسبت به این، من هیچ استرایی نداره. پس خواهش میکنم عمیق فکر کنید، هر کسی رو تو جایگاه خودش قرار بدید، احساساتی عمل نکنید، چرا که دوباره همون گونه که برادر عزیزم آقای سعید محمدی اعلام کردن، مبادا دوباره به یک تجربه تلخ گرفتار بشیم. سپاسگزارم آقای سعید محمدی عزیزم، در انتهای من از شما سپاسگزارم، شما رو به دستان پرفیض مسیح میسپاریم. باشه که ترانه ها و سرودهای بسیاری در رابطه با آزادی ایران و همچنین در رابطه با مسیح از شما بشنویم. آمین آمین آمین. درود به ایفاکت. درود بر شما. میریم برمیگردیم، با ما باشید. سینه به سینه مردم یک
سینه به سینه مردم یک دنیا حرف حق بنگونه خونه به خونه شهرم فریاده آزادی مدفونه حقیقتا درود بر تمام هنرمندان ارجمندی که در این روزها با صداشون، با نواختن، با شعرشون، با قلمشون سعی بر این دارن که کنار هموطنان برسن، همچون آقای سعید محمدی عزیزم که از ایشون شنیدیم و بسیار لذت بردیم، که چرا که تمام این اشعار، تمام این ترانه ها، این سرود ها یک حس انقلابی هم به ما میده، مبادا سکوت کنیم و ساکت باشیم. همون گونه که اعلام کردم، مهمانان بسیار ارجمندی رو ما داریم تا بتوانیم از آگاهی و اطلاعات آنها ثمره بریم. اینک با آقای منصور آنسانلو عزیز هستیم، فعال سندیکای ایرانی که یکی از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد بودند، در ایران مبارزاتی داشتن، برادرشون رو متاسفانه نظام اسلامی کشت و حتی به خود برادر خوبمون منصور جان بسیار آسیب رسوندن، اهل خانواده حتی خارج از کشورم ایشون تحت جفا قرار گرفتن. اما یکی از افراد و سران اپوزیسیون هست ایشون، یکی از رهبران اپوزیسیون هست که بسیار فروتنه، بسیار فروتنه، که منصور جان رو قدر دوستش دارم، ما همون منصور جان اعلام میکنیم. وقتی که ازش میپرسیم چه خبر، با فروتنی مطالب رو میگه و حتی راهنمایی هایی که به حکمت و ذهنیت خودش میرسه رو اعلام میکنه بدون هیچ ادعایی. درود میفرستم خدمت برادر عزیزم آقای منصور آنسانلوی عزیز و سپاس از این که دعوت ما رو پذیرفتی. درود بر شما، همکاران گرامی و بینندگان محترم، و قدردان شما هستم که منو به این برنامه دعوت کردید. خواهش. و همونطوری که در مقدمه گفتید که از چه خبر میخوایم بریم جلو، بله، برای اینکه وقت کمتر حروم شه، من اون اخباری که تا همین لحظه داره همینطور میاد رو سعی میکنم اینجا با دوستان، بینندگان، همراهان شریک بشیم. لطف. و با پرسش های شما ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم، میشنویم، بفرمایید. خواهش من. خب موضوع اساسی اینه که دیروز که روز چهلوم ژینا مهسای امینی نازنین بود، خب هممون دیدیم که مردم ایران واقعا چه قوقایی کردن. دقیقا. به خصوص مردم کردستان، همشهریان، فامیل، اقوام و عشیره و ایلهایی که وابستگی خودشون رو به این خانواده و به ایران و به کردستان اعلام کردند. بله. هر مانعی که رژیم آفریده بود، راه‌ها رو بسته بود، پل‌ها رو بسته بود، جلوی ماشین‌ها رو می‌گرفت. بله. ولی هزاران هزار نفر، به قولی بیش از 50,000 نفر، از بیابان‌ها با گذر از رودخانه‌ها خودشون رو رسوندن تا در کنار خانواده مهسا قرار بگیرن و فریاد زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی رو سر بدن و در کنارش مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر سپاهی و هر مرگی که بر هر ناروایی که در این 43 سال بر مردم ایران رفته است. بله. و این اهمیتش بیشتره که ما همزمان دیدیم نه فقط در کردستان، در کرمانشاه، در آذربایجان، در خوزستان، در تهران، اصفهان، خراسان، سیستان و بلوچستان، همه جا، هیچ جایی در ایران نبود که تقریبا اتفاقی نیفته و در ده ها دانشگاه همچنین دانشجویان میدانداری کردند و جلوی به اصطلاح عوامل رژیم که سعی میکنن این روزها بگن هیچ خبری نیست، طوری ایستادند که مقاومت مهسا و رمز ژینا تبدیل شد دوباره به یک رمز جهانی. خب شما میدونید که
هشتگی که با نام مهسا رقم خورد الان به حدود 400 میلیون رسیده. بله بله. و همچنین بقیه هشتگ هایی که در رابطه با اعتصاب و بخش های دیگری از مبارزه که هست مربوط به ایران همه در آمار بالای شاید نزدیک به 700 هزار یک میلیون چند میلیون هستند. بله. از جمله اخراج سفرهای رژیم. بله خدا رشید. اینه که عملا دیروز این پیوند مبارزاتی هم در داخل ایران و هم در خارج ایران در بسیاری از شهرهای دیگه ادامه پیدا کرد و این مهم این است که بدونید بلا فاصله ما از همون دیشب در مهاباد قیام بزرگ مردم رو داشتیم که به یاد چهلومین روز بزرگداشت جانبخش راه آزادی از مهاباد برگزار شده بود و بعد مردمی که آمده بودند متاسفانه با شلیک مأمورین رژیم روبرو شدند و یکی از دلاوران مهابادی متاسفانه کشته شد. بله، در سنندج یک دلاور جوان دیگه کشته شد و همین خشم بالاتری رو رقم زد که مردم رفتند و فرمانداری رو فتح کردند. بله. و نبرد ادامه پیدا کرد تا امروز که در لرستان، خرم‌آباد و روستاهای اطراف اونجا که چهلومین روز بزرگداشت جانبخش راه آزادی نیکا شاکرمی بود اونجا هم دوباره یک نبرد و جنگ و گریز بین مردم و نیروهای رژیم صورت گرفت که میخواستن جلوی حضور مردم رو در یک روستای دوردستی که جسد نیکا رو برده بودند برگزار نشه. حتی فکر نمیکردن که این همه انسان بره و جالب بود که مردم با سنگ پرانی نیروهای رژیم رو که با گلوله از روی پل فلزی به اونا شلیک میکردن به عقب راندن و خودشون رو هزاران نفر رسوندن به آرامگاه و دورگاه زنده یاد نیکا شاکرمی که CNN هم برنامه درباره ایشون منتشر کرد با چه دقتی که ویدیوهایی آمده بود که این دختر شجاع به عنوان لیدر میدانی شناسایی شده بود که چه ویدیوهایی از ایشون بود که روسریش آتش زده بر بام ماشینی رفته و تمام جوانان رو در اون منطقه میدانی داره رهبری میکنه. بله. با اون سن کم و نوجوانی و تینیجری خودش. دقیقاً. و همینطور این نبرد ادامه پیدا کرد تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم در قصر شیرین دوباره جوان دیگری متاسفانه جان باخته و در اونجا هم مردم تا مرز آتش زدن کلانتری ها رفتن، اسلحه ها رو برداشتن، از برخی از کلانتری ها خلع سلاح کردن و در کرمانشاه نبرد همین الان ادامه داره. برای من این ویدیوی اومد. بله. موکان همینطور، سنندج، تهران، محلات مختلف دوباره و در قم، تبریز که چه جانانه به میدان آمدند و تبریزی ها با شعارهای بنیانکن خودشون جلوی رژیم ایستادن. شیراز که خودش تبدیل شد دوباره به یک مرکز مبارزه از دیروز که رژیم با توطئه‌ای که خودش نیروهای داعشی و جاعشی و امثال حشدالوحشی رو تربیت میکنه. بله. اونجا رفته و اسلحه باز کرده به روی مردم، تعدادی رو کشتن، حتی کسانی که اونجا کار میکردن، که ذهنها رو منعرف کنه که شکست خورد. بله. هیچ وقعی جوانان و مردم به این خیانتهای رژیم نذاشتن. اما مهم اینه که ما یادمون باشه که این جنایت هم جز جنایتهای رژیم باید ثبت بشه در تاریخ دیروز و این ثبتش مهم هست. و همچنین که رژیم رفت بازی در بیاره در متروپول، اونجا رو دوباره خودشون ریزشی دادن. بله. خبری آمد که یک هم میهن ما، یک خوزستانی شریف در اونجا جانش از دست داده، ولی اون هم نتونست منحرف کنه این قیام سراسری برای خیزش انقلابی رو. و همچنین که آتش زدن زندان اوین هم نتونست این کار رو بکنه با اینکه رژیم تعداد زیادی از دلاوران رو در زندان کشته که هنوز آمار دقیقی از این جنایت رژیم نیست، مثل سینما رکس آبادان که خود خامنه ای مدیریت کرد اون آتش سوزی رو که بعدها در اثر بسیار زیبای پرویز صیاد سینما رکس دیدیم. بله. که چگونه پرده از این جنایت برداشت. دقیقاً. برای امروز تا این لحظه که با هم گفتگو داریم میکنیم تمام ایران در جوش و خروشی است که به مرحله انقلابی داره میرسه، چرا که خیزش نزدیک از 40 روز 41 روز خودش رسید در ایران، ادامه پیدا کرد، مداومتش رو حفظ کرد، گسترش پیدا کرد، از سطح خیابان‌ها به دانشگاه‌ها رفت، دوباره از دانشگاه‌ها به دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی رفت،
به درون کانونهای صنفی فرهنگیان رفت، به درون زندانها رفت، برگشت به طبقه کارگر و مزدبگیران و زحمتکشان، اعتصابها رو در پی خودش آورد، اعتصاب بازاری ها رو برانگیخت و همچنین حضور دانش آموزان در سنین پایین تر رو وارد این مبارزه کنار دانشجویان. این است که تقریبا میشه بگیم یک سوم خیزش اعتراضی رو ما طی کردیم، رسیدیم به خیزش انقلابی. حالا با گسترش این خیزش و با مداومت اون که نشون میده دخترها و پسرها میان وسط خیابون سینه میگشاین در ویدیو بله. در مقابل تیر ماموران رژیم بله. زانو میزنن و دست باز میکنن که بزن به سینه من تیرت رو بله. رژیم مستأصل شده، ماموران رژیم دنبال پولن بله. باور نمیکردن با این از جان گذشتگی ها رو برو بشن و این دختران دلاور، این پسران دلاور به تاق ماشین پلیس میرن، پا میکوبن و آزادی 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 بگو، آزادی 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 فریاد میزنن. شکر. و در کنار این نبردی که تو همین لحظه داره به پیش میره، میبینیم زنجیره بزرگ انسانی رو که پیشنهاد شده از سوی دوباره برگزار کنندگان همون روزها و زنجیرهای جهانی مثل برلین، واشنگتن، نیویورک، لس آنجلس و سراسر جهان که دعوت شده برای 29 اکتبر همه زنجیره انسانی در برابر رژیم تشکیل بدن در تمام شهرهای جهان، شهرهای ایران. و تقریبا یک دلاوری مثل حامد اسماعیلیون و یاران او که اونها هم بالاخره خانواده هاشو با شلیک موشک های سپاه جان بخش راه آزادی شدند و ناخواسته وارد این میدان کرد رژیم، اینها رو هم با امکاناتی که داشتن، با خردمندی که داشتن، با توان تخصصی که داشتن، تونستن یک حلقه بزرگی از اون اسوسییشن و یا نهاد خانواده های پرواز 752 به وجود بیارن و در کنار اونها نیروهای سیاسی و اندیشمندان مبارزاتی دیگر در تمام دنیا از طریق حلقه ها و شبکه های افقی اینترنتی به هم ترکیب شدن و همه دارن دعوت میکنن برای 29 اکتبر که از اون جمله در نیویورک، در لس آنجلس، در تمام شهرهای اروپا، در شهرهای کانادا و تصورم اینه در داخل ایران هم ما همین جور این رو خواهیم داشت تا پس فردا. همین امروز هم که با 40 تعداد زیاد دیگه در دهگلان بود، در قزوین بود، فردا تعداد دیگه 40 هست در شهرهای دیگه ایران، به زاهدان و بلوچستان دلاور رو خواهیم داشت که همه با هم فریاد زدیم که از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، حقیقا. از کردستان تا زاهدان جانم فدای ایران. پیوند سراسری مردم هم با این 40 ها دوباره تقویت میشه و بلوچستان آمین. میبینه همه ایران با اوست، آمین. کردستان میبینه همه جهان با اوست، حقیقا. ایران میبینه تمام جهان رو، ایرانی های خارج از ایران به اونا متصل کردن و مقامات دولتی، نهادهای جهانی، پارلمانهای مختلف، حتی در سیاست گذاری آمریکایی‌ها که خیلی محافظه‌کارانه با رژیم رفتار می‌کردند، با فریادهایی که هر ایرانی مثل مسیح علی نژاد، مثل خانم بنیادی و بقیه، هر کی به توان و امکانی داره داره این حلقه های اتصال رو هم وصل میکنه. حتی عوامل حکومت آمریکا رو زیر فشار قرار میدن که دست از مماشات با رژیم بردارن. و جالبی که در تمام این تظاهرات ها هم پادشاهی خواهان، مجاهدین، نیروهای چپ، سوسیالیست، مسیحی، بیدین، بادین، نمیدونم LGBT ها و امثال همجنسگرایان، دیگر باشا، دیگر اندیشا، کمونیست ها، همه در کنار هم قرار گرفتن با پرچم های خودشون بدون اینکه با هم دیگه درگیر شن. یک اتحاد عجیب سراسری شکل گرفته. یک کسی مثل بایدن حتی مجبور شد بگه من متحیر شدم از این مقاومت درون ایران، این پیوستگی بیرون ایران و این خیلی اهمیت داره که تا 29 که این اتفاق میفته در داخل ایران هم که کماکان جوانان محلات در تمام شهرها، تبریز، تهران، به تدریج در شهرهای کوچک حتی مثل ورامین که همسا شهرهای مذهبی که پایگاه رژیم بودن هم جنبش آمده به میدون. برای من خیلی تجربه آور بود ورامین و با اونجا من نسبت فامیلی دارن درست. و دیدم در این شهر مذهبی که بسیاری از عوامل رژیم مال اونجا هستند و سرکوبگران و
متاسفانه فریب خوردگان و فقرایی که با پول بسیجی شدن متاسفانه مزدور شدن، اونجا هم میتینگ اعتراضی داره برگزار میشه و پیوستگی اعلام کرد. سنگرهای رژیم در مشهد، قم، شابدلزیم، ری، ورامین، حتی اون شاه چراغ که میرن به گلوله میبندند، اون افرادی که اونجا کار میکنن میفهمن چه رژیم خائنی اونجا هست که برای موندن خودش اسلحه میده دست داعش و جاعشی با مدیریت خودش، بیان همکاران اونها رو بکشن، مردم بیگناه رو بکشن. فاصله 2 دقیقه هم نگذشته از اون کشتار پوسترش چاپ میشه که دارن همگردی و تسلیت میگن حکومتی ها. در 2 دقیقه هم اتفاق افتاده، پوسترش آماده شده و اینطوری لو میرن با خردمندی جوانانی که این واقعیت ها رو، ویدیو ها رو، اکس ها رو کنار هم میپچینن، دست رژیمی ها رو رو میکنن. خیلی سخن هست، من بس. یک گرامی داشت دیگرم بگم و خواهش کنم بفرمایید. خواهش در داخل ایران هر روز داره در همه شهرها این به اصطلاح تجمعات از سوی جوانان محل، کارگران، مردم، اعتصابیون مثل فولاد خوزستان که به تمامی پیوستن به اعتصاب از دیروز، این خبر بزرگی است که ما حالا منتظریم که بخش حمل و نقل سندیکای شرکت بود که کار میدونیم برای رضا شهابی، حسن سعیدی حکم سنگین 6 سال زندان دوباره بستن، برای معلمان دلاور مثل رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی 15 سال زندان و چند سال تبعید حکم صادر کردن در همین شهر، چون اونا رهبران میدانی کارگران و معلمان میدونن که سندیکالیست ها بترسن دست به اعتصاب در بخش حمل و نقل نظرم. ولی من اینجا هستم میتونم بخواهم از تمام بخش حمل و نقل ایران، از سندیکالیست های کارگران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اصفهان، شیراز، همه شهرها، سازمان های اتوبوسرانی میتونن بزرگترین اعتصاب سامان بدن، اتوبوساشون کافیه بیارن سر 4 راه بذارن، هر 4 راه یک اتوبوس اونجا خاموش کنن، تمام لوازم برقیش هم بکنند و برون. رژیم نمیتونه در هر لحظه در هر شهری 100 تا اتوبوس رو بخواد بره بوکسل بکنه. با متوقف شدن هر اتوبوس در هر 4 راه تمام اون شهر بسته میشه. کافی 30-40 تا 4 راه در هر شهری بسته بشه با این اتوبوس ها، دیگه رژیم نمیتونه اینو بازش کنه. وقتی شهر بسته بشه بخش حمل و نقل و اقتصاد کار میفته، مسلم کارمندان نمیتونن سر کارشون برای رژیم برن. خیابان ها که بسته بشه عوامل رژیم هم با موتورشون و امثالون نمیتونن برای سرکوب حرکت بکنن، ماشین هاشون میمونه در بین ماشین های دیگر. با بسته شدن خیابان ها عملا رژیمون به مرحله سقوط میرسونه. با گسترش اعتصاب بخش نفت، گاز، پتروشیمی، فولادسازی ها و هر صنایع دیگر، عملا بخش اقتصادیش از به دست آوردن پول محروم میشه. و یه موضوع مهم، اگه مردم بتونن برن به اونایی که منطقه آمول هستن، شهر آمول 7 کیلومتر مونده به شهر آمول از طرف تهران، کارخانه چاپ اسکناسی اونجا هست که خیلی ها نمیدونن، میگن نیست، ولی در ویکیپدیا بزنین پیدا میکنین. کارگران اونجا رو میشه دعوت به اعتصاب کرد و میشه اونجا رو اصلا بس 300-400 دفعه میشه کار نمیکنه، ولی مدرن‌ترین دستگاه ها رو از حدود 17-18-20 سال پیش آوردن اونجا نصب کردن، چاپ اسکناس میکنن بی پشتوانه و پول این مزدورا و آدم کشا و کارمندا و دزدهاشون رو میدن، چون خودشون که دلارا رو به جیب میزنن. بله، برای اینکه این پول کاغذی الکی هم به دست نرسه، اون کارخونه رو میشه بست، اون کارخونه رو میشه به اعتصاب کشون، اون کارخونه رو میشه تعطیل کرد وقتی که انقلاب به این سطح تصمیم گیری رسیده. چرا که با نبودن و نداشتن چاپ اسکناس بی پشتوانه عملا دیگه پولی دست رژیم نیست، پول تازه‌ای که بخواد به مزدوراش بده، ماهیان چندین میلیون یا سرانش یا مدیرانش، اونها پولا رو بگیرن بعد برن با دلار عوض کنن، دلار رو به 33,000 34,000 تا 40,000 تومان هم شاید برسونن. و گرانی دلار یعنی گرانی زندگی و نابودی زندگی مردم عادی مثل ما. به این دلیل هستش که این نقطه مهم است که مردم یادشون باشه برن بررسی کنن، ویکی‌پدیا آدرس‌هاشو گذاشته و میشه با بستن این کارخونه جلوی چاپ اسکناس بیرویه رژیم رو گرفت و رژیم رو از یک پول بیرویه ساقط کرد. آخریش هم که تا 7 آبان علاوه بر همه این اعتراضات در تمام مناطق فارس، شیراز، اصفهان، حتی
بیانی های زیادی دادن جوانای محل و بسیار از نیروهای خارج و داخل کشور و پشتیبانی کردن از این پیامی که برای هفتم آبان و روز کوروش بزرگ داده شده که اون روز هم میتونه زلزله‌ای بر علیه رژیم باشه و مسیر رو بیشتر باز بکنه. تقریبا داریم میرسیم به اعتراضات و اعتصابات روزانه. من در خدمت شما هستم. خواهش کنم. با سپاس از تمام مطالبی که فرمودید آقای منصور انصاری عزیزم. ما فقط 2 دقیقه وقت داریم، مشروط بر این که آقای منصور انصاری عزیزم، آنچه را که در جلوی چشممون داریم و داریم میبینیم هر روز اعتصابات اعتراضات داره بیشتر میشه و هیچ جای نگرانی نیستش و این ایمان رو و این امید رو داریم که این نظام 100% سرنگون خواهد شد، اما نظام اسلامی در صدد دوباره حیله و فریب‌های همچون حمله‌ای که به شاچراغ شیراز کردش و مشابه این مردم رو خواست بترسونه، تو این 1-2 دقیقه بفرمایید که ملت ما چگونه در برابر این رفتار فریبکارانه نظام اسلامی عمل کنن که روشون تأثیر نذاره. در خدمتون هستم. خوشبختانه اصلا به گفتن ما نیاز نداره. همین دیروز که این اتفاق افتاد با بی‌توجهی به این اخبار فرعی و ادامه دادن در خود میدانهای مبارزه، چهارراه‌ها، خیابون‌ها و بزرگداشت یاد 40 روز این جانبخشان راه آزادی، این مسیر خود مردم پیش گرفتن. یعنی بی توجهی به اخباری که غریزه باهوش این به خصوص جوانانی که در میدانها دارن میدانداری میکنن، این امیدو به امثال من میده که انقدر دانایی هست که از دیروز که 2 تا خبر انحرافی رژیم درست کرد، همه فوری فهمیدن این مربوط به رژیمه و تولید رژیم داعش، جاعش، نمیدونم جمهوری اسلامی، حشد الوحشی، حشد الشعبی، فاطمیون، زینبیون، همه اسمهای مختلف رژیم اسلامی هست. دقیقا. و هر اتفاقی توسط اونا بیفته با فرماندهی رژیم اسلامی میفته. همین دلیل همین بیتوجهی که به این اخبار کردن، همین که نگذاشتن روی مسیری که دارن میره اثر بذاره، بزرگترین کاریست که دارن میکنن. چنانکه که تمرکزشون فقط رو همه کاری که همه ما اثر میکنیم، پخش اخبار، پخش اطلاعات و شریک شدن اونها با هم دیگه و ادامه به مبارزات میدانی چه در داخل کشور چه در خارج کشور و اینکه اعتصابات رو تا جایی که میتونیم راه بیاندازیم. با فیض خدا، با سپاس فراوان از آقای منصور انصاری عزیزم، میلی به این داریم بیشتر از شما بشنویم. به امید خدا در برنامه‌های دیگه آتیه بتوانیم خبر خوش نجات و آزادی سرزمین عزیزمون رو از شما برادر عزیزم بشنویم. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان خدا میسپارم. من هم همین آرزو رو دارم که هرچه زودتر بتونن مردم ایران با این اتحادی که به دست اومده به این نتیجه بزرگ برسونیم. ایران اگر به مرحله دموکراسی، لایکتیسیته یا سکولاریسم و حقوق بشر برسه و یک مسیر تغییر قرار بگیره، خب خاورمیانه و جهان رو تو دوران جدیدی وارد میکنه. آمین. به همین دلیل هست که خیلی ها هم به خصوص کمپانی ها، کورپوریشن ها، قدرت های بزرگ شاید نمیخوان این تغییر اتفاق بیفته، ولی ما مردم ایران چاره ای نداریم برای زندگی خودمون و آینده فرزندانمون و باقی ماندن چیزی به نام ایران، مجبوریم این کار رو بکنیم. آمین. سپاس از این که دعوت ما رو پذیرفتید. فیض خداوند پیوسته با شما باشه. بدون هموطنان عزیز، پس با آگاهی و اطلاعاتی که می توانیم بگیریم، لطفاً سکوت نکنیم. مبادا جزو کسایی باشیم که بی تفاوت باشیم. به طور خاص اگر فرزند خدا هستی، ایماندار مسیح هستی، نمی توانی سکوت کنی، چرا که روحی که در تو هست روح انقلاب هست، روحی هستش که در مسیر عشق و محبت و آزادی میخواد قدم برداره. بریم با هم دیگه سرودی رو داشته باشیم، برمیگردیم با مهمان دیگری نیز خواهیم بود. میخوام با دستا یه خودم راحتم باشیم، اوکیه؟ ستاره شرمت جلال و قوت از آن تخت شین و بر تا ابد داده ها باد. ستاره شرمت جلال و قوت از آن تخت شین و بر تا ابد دل آباد.
جانش را در راه نجات من گم قربانی کرد، لایق است که او باشد صاحب جلال و قوت، حکمت و دولت. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. لیاقت داری تو ما را از پدرت بگیری، مهرش باز کنی، لیاقت داری آن را بخوانی، چون که جانت را قربانی کردی. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. یک بار دیگه بخونی. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. به خون خود من دم را از هر ملت خریده و آزاد کرده ای، ایشان را مثل هدیه ای زیبا به حضور وی تقدیم کرده ای. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. ستایش ارمد جلال و قوت از آن تخت‌نشین و بر تا ابد و لاغاد. با درود مجدد خدمت همه شما هموطنان عزیزمون که اینک بیننده برنامه امید جاودان از شبکه محبت هستید. همون گونه که عرض کردم امروز برنامه بسیار خوبی رو خواهیم داشت با عزیزانی که می توانید از آگاهی و اطلاع رسانی که می کنن شما مسیر رسیدن به آزادی رو بهتر ببینید و این چشمانداز ما فرزندان خدا خواهد بود، چرا که کورکورانه هرگز نخواستیم و نمی توانیم تصمیم بگیریم. با برادر خوبمون آقای محمد کریمیان، شاعر، نویسنده و مدافع حقوق بشر نسبت مردم ایران و معترض به این نظام اسلامی در طول سالها که من ارادت دارم خدمت ایشون. درود می‌فرستم خدمت شما برادر عزیزم. درود آسمان بر شما خادم خدا کشیش رسول عزیز و سلام مسیح بر زنان ایران که جوان مردی در رکابشان مردانگی آموخت. بفرمایید برادر. حقیقتا آمین آمین. سپاسگزار هستم، میدونم که سر شما بسیار شلوغ هست در این روزا به طور خاص و خب از اونجایی که میدونم شما چقدر محقق خوبی هستید با توجه به کتابهایی که نوشتید، اشعاری که میگید و برنامه‌های تلویزیونی که دارید، اما واقعا در قلبم بود که بتونیم امروز در خدمتتون باشیم و اگر بتوانیم تو این وقت تنگ یکی دو تا از سوالات هم من و چه بسا سوالات بینندگان شبکه محبت هست رو از شما جوابش رو بشنویم. آقای محمد کریمیان عزیزم، خوشبختانه امروز شاهد بر این هستیم که اکثر کلیساها خادمین خداوند و همچنین شبکه‌های مسیحی درباره آزادی ایران سخن میگن و این اتحاد و یکدلی بیشتر از گذشته شده. خب قبلا که بسیار کم بود، تهی بودش و امروز میبینیم که در این مسیر داره قدم برمیداره. به طور خاص شبکه‌های مسیحی اطلاع رسانی و آگاهی رسانی هم از جمله شبکه محبت در این مسیر قدم‌های بسیار خوب و مفیدی رو برداشته. اما بیشتر ما میشنویم که ایمانداران دعا میکنن که ما میدونیم یکی از بهترین اسلحه‌های مبارزه برای ما فرزندان خدا همانا دعا هست در حضور خدای زنده. از شما سوالم این هست، آیا ما میتوانیم به همین دعا کردن اکتفا کنیم؟ آیا اقدام دیگه‌ای هم هست که ما فرزندان خدا بتونیم در این مسیر برای رسیدن به آزادی برای ایران و ایرانیان داشته باشیم؟ در خدمتتون هستم. برادر جان، اگر دعا کافی بود، دعا البته و صد البته که لازم، مفید و مؤثر هست،
اما اگر کافی بود خداوند پسر خدا به زمین سفر نمی کرد و جسم نمی پوشید و بر روی صلیب نمی رفت و زجر نمی کشید. ببینید دکتر لوقا در مقدمه در نخستین آیات از باب اول اعمال رسولان میگه جلد اول رو، یعنی انجیل لوقا رو، انشاء نمودم در عمل کردن و تعلیم دادن آنچه که عیسی انجام داد. آمین. مسیح اول عمل می کرد بعد تعلیم می داد. البته با دعا هر کار رو شروع می کرد، ولی به دعا اکتفا نمی کرد. عیسی مسیح نفرمود که هر کی دعا نکنه منو دوست نداره، گفت هر کی به کلام من عمل نکنه منو دوست نداره. نفرمود هر کی دعا نکنه ویران میشه، فرمود هر کی که کلام منو بشنوه و عمل نکنه ویران میشه، در اون تمثیلی که مرد دانا بر روی صخره بنا میکنه خونش رو. بنابراین دعا عزیزم بسیار لازم، بسیار مهم، ولی ابدا کافی نیست. به عمل کار برآید، به سخندانی نیست. آمین آمین آمین. همون گونه که خب در کتاب یعقوب ما 5:16 میخونیم که اشاره به این میکنه که آنچرا که یک مرد خدا براش دعا میکنه در عمل نیز باید هویدا بشه. سپاسگزار میشم در همین مسیر که از شما میشنویم، خب به اینم اشاره کنیم. خیلی از عزیزانی که مسیح ایمان آوردن، حتی خیلی از معلمین ما بر این باور هستن چون مطابق کلام خدا جنگ ما جنگ روحانی هست، پس بنابراین ما همون در دعا کافیه که بجنگیم. این رو شما چگونه میبینید؟ بله، عرض کنم خدمتتون که بله، با استناد به باب ششم فکر کنم از رساله به افسسیان هست که میگن جنگ ما با جسم و خون نیست، نبرد روحانی هست. بله، ما به جنگ کسی در جسم نباید بریم، ولی اگر به جنگ ما آمدند و به ما حمله کردند، به عنوان مثال اگر خواستند ناموس ما را مورد تجاوز قرار بدند و یا اگر کسی حمله کرد و بچه ما را خواست بکشه، ما بشینیم بگیم بکش، تجاوز کن، جنگ ما با جسم و خون نیست، اشکالی نداره. نه، این بدفهمی کلام هستش. کلام خداوند وقتی در مورد جنگ روحانی داره صحبت میکنه، پولس رسول بارها روح القدس در باب ششم از رساله به افسیان داره میگه ما نمیریم کشورها رو با شمشیر فتح کنیم، با پیام مسیح فتح میکنیم. آمین. و این کار رو هم کردن. داره میگه که ما قدرتمون، ما از اعلا به قدرت آراسته ایم، نه به شمشیر. اون داره راجع به یک موضوع مهم دیگه ای صحبت میکنه. اما عیسی مسیح چه فرمود به ما؟ گفت ماران و عقرب‌ها رو در زیر پای خودتون لگدمال کنید. و در جای دیگه به ما میگه که این ماران و عقرب‌ها کی هستن. به آخوندها میگه این ای افعی زادگان وای بر شما. لغتی که عیسی مسیح به کار میبره سرپنت هست که در پیدایش برای شیطان به کار برده میشه. برادر جان، ترجمه دقیق کلمه سرپنت که عیسی مسیح برای آخوندها به کار میبره این هست: افعی مکار هیلگر زهراجین. و چه کسی به اندازه ملت ایران امروز این رو تجربه کرده؟ دقیقا. و چه کسی به اندازه این فرقه تبهکار کودک کش افعی مکار هست؟ مشخصا مصداق بارز افعی مکار سید علی خامنه‌ای و اربابش پوتین هستند که یکی داره ملت ایران رو به خاک خون میکشه و اون دیگری ملت اوکراین رو. بنابراین اگر کسی به ما تجاوز بکنه، عقل و خرد و وجدان و قانون به ما میگه دفاع کن. و انجیل بر ضد قانون نیست، بلکه میگه به قانون کشورها، به قوانین کشورها احترام بگذارید. در تمام سیستم های حقوقی دنیا دفاع از خود، دفاع مشروع پذیرفته شده است. یعنی حتی اگر کسی بتونه در محضر قاضی ثابت بکنه قتلی رو که مرتکب شده قتل عمد نبوده،
از قبل تصمیم نگرفته بوده کسی رو بکشه، بلکه در دفاع از خود این عمل منجر به قتل شده، تبرئه میشه از جانب قاضی. البته ما دعا میکنیم در نام عیسی مسیح که چنین چیزی اتفاق نیفته که عزیزان مجبور بشن کسی رو بکشن. در نام پر اقتدار عیسی مسیح دعا میکنیم که خونی ریخته نشه. آمین. برادر رسول، وقتی من این فیلم ها رو میبینم، وقتی میبینم جوانان زیر لگد ها دارن شکنجه میشن، آزار میبینن، دانشجویان، همونقدر دلم به درد میاد که وقتی میبینم یک مأمور داره زیر لگد زجر میکشه. ما مرگ رو برای کسی نمیخوایم. صاحب قدرت مرگ ابلیسه. این مسائل باید هر کدام در جای خودش مورد توجه قرار بگیره، ولی دفاع مشروع یک امر اخلاقی، قانونی، وجدانی است و خرد و عقل و وجدان رو خداوند داده. بنابراین نباید مسئله جنگ روحانی رو با این مسئله ما قاطی بکنیم و در مورد این جنبش متبارک که به نظر من از اعلی به قدرت آراسته است، چون برادر هر فرد و یا هر جامعه‌ای که همسو با مسیح باشه و نزدیک باشه با مسیح، هماهنگ باشه، مسلماً از آسمان مسیحی داره و به قدرت آراسته است. وقتی عیسی مسیح از تناب تازیانه می سازه و بساط افعیزادگان رو برهم می ریزه و امروز دختران کوروش از گیسوان خودشون تنابی بافتند و بر پیکر این افعیزادگان نواختند، بساط افعیزادگان رو با گیسوان خودشون دارن به زیر می کشن. برای اولین بار برادر، در تاریخ انقلابات جهان، برای اولین بار یک انقلاب علیه یک دین هست. بله. سابقه نداشته. بله. و عیسی مسیح فرمود تورات و انبیا تا به یحیی بود، بعد از من پیامبران دروغین بسیاری خواهند آمد. بعد از این به ملکوت آسمان موعظه میشه و آیات نخستین رساله به عبرانیان میگه تاریخ مصرف ادیان گذشته و عصر انبیا سپری شده. و امروز این جنبش متبارک، جوانان ایران زمین علیه شریعت به پا خواستند و عیسی و کلام خداوند میگه مسیح ما را از لعنت شریعت آزاد کرده. سخن حالا در این باب زیاده، من پرحرفی نکنم، شما بفرمید برادر جان. نه خواهش کنم، درست میفرمایید. اتفاقا دولت اسلامی امروز کاملا آگاه هستش که مردم به اون حکمت و خرد رسیدن که حقیقتا اسلام از طرف خدا نیست، چون آنچه را که آخوند داره اعلام میکنه، تعلیم میده، از آن چیزی است که در کتابی به نام قرآن هست و آنچه را که قرآن گفته محمد گفته و تأیید اطرافیانش مانند عمر و معاویه و علی و حسین و و و همون افرادی که مسلمانان امروز به این اعتقاد رسیدن. از این رو هستش که ما شاهد هم هستیم که بعد از کریمیان عزیز، نظام اسلامی هنوز از اون ابزار گذشته فریب خودش که سینما رکس آبادان رو آتیش زد، یک دفعه ما میشنویم که در شیراز شاچراغ رو میرن تیراندازی میکنن و به عنوانی که داعشی ها حمله کردن، هرچند رسوا شدن، چون اینها میدونن قلب ایرانی ها دیگه با اسلام و نظام اسلامی نیست. حتما افراد مسلمان بسیار خوبی هستن، حتی در این در بین معترضین مسلمانان خوبی هستن که تحقیق نکردن و از دیدگاه خود شخص منم فکر نمیکنم مشکل باشه یه نفر مسلمان باشه. ما نیستیم اینجا که بگیم دین کسی رو بگیریم یا حتی توهین بهش بکنیم، اما وقتی که این باور اسلامی صاحب قدرت میشه، تجربه تاریخی 1400 ساله نشون داده چقدر توانسته آسیب بزنه. نظر شما رو میخواستم در این رابطه بشنوم که امروز در برابر این نظامی که اینقدر فریب میخواد بده، چرا نمیرن قبر خمینی رو توش تیراندازی کنن؟ چرا اونجایی که مردم دوست ندارن اونجا کسی حمله نمی کنه؟ چرا باید به مراکزی که جزء اعتقادات و باورهای اسلامی هست حمله بشه؟ من در خدمتون هستم.
بلکه عیسی مسیح فرمود شیطان نمیاد مگر اینکه بکشه، بدزده و غارت کنه. از زدن هواپیمای مسافربری گرفته تا بسا قتل عام هزاران اسیر در دستشون، زندانی یعنی اسیر، هزاران در تابستان 67 هزاران اسیر در دست اونها که در بیدادگاه‌های خود این نظام سرتاپا ابلیسی به زندان محکوم شده بودن برادر، نه به اعدام. اونایشون که به اعدام محکوم شده بودن که اعدام شده بودن، اونهایی که به زندان محکوم شده بودن و دوران محکومیتشون میگذارندن و بعضا این دوران محکومیت رو تمام کرده بودن، همه رو قتل عام کردن. چرا؟ چون عیسی مسیح فرمود شیطان نمیاد مگر اینکه بکشه، بدزده و غارت کنه. و کار اسلام در 1400 سال و مشخصا در این 43 سال فروختن شیطان به جای خدا به ایران هستش. بله، اینها شیطان رو به جای خدا غالب کردن و این نسل جدید برخواسته و از این خدا عبور کرده. آمین. هللویا. شکر برای این نسل جدید، شکر برای این انقلاب متبارک. به هزار و یک دلیل اسلام شیطانیه و قرآن رو شیطان نوشته و الله نام مستعار شیطان هست، الله نام مستعار ابلیس هست. چون یک کسی به عیسی مسیح گفت، یکی از شاگردانش به عیسی مسیح گفت روی صلیب نری، برگشت گفت دور شو از من ای شیطان، و قرآن به صراحت میگه مسیح روی صلیب نرفت. نویسندش خود شیطانه، چون عیسی مسیح به کسی که گفت روی صلیب نرو گفت شیطان. عیسی مسیح اون تمامیت حقیقت داره، میگه شیطان کارش دزدیدن، کشتن و غارت کردنه. آیا آخوندها، این ایزادگان حاکم، جز کشتن، دزدیدن و غارت کردن کاری دارن؟ ابدا. اون چه که امروز در کف خیابانها برادر جان، این اتفاق متبارک که به باور من از اعلا به قدرت آراسته است و مسیحی از مسیح خداوند داره بدون شک، چون دارن عمل میکنن به فرامین مسیح بدونی که مسیحی باشن. البته مسیحیان هم شرکت دارن در اینجا، ولی کسانی که این انقلاب رو ایجاد کردند نوجوانانی بودند که از دین عبور کرده بودند، از الله یعنی شیطان عبور کرده بودند. چون این انقلاب علیه شیطان یعنی علیه الله هست، چون این انقلاب علیه آخوندها افیزاده. برادر، وقتی عیسی مسیح اون تمامیت حقیقت به آخوندهای یهود که خدای حقیقی یهوه رو میپرستیدن و پیامبرشون پیامبر حقیقی یعنی موسی بود، میگه افعیزادگان، شما ای افعیزادگان، ای ماران، ای عقرب‌ها، از چگونه از آتش جهنم خواهید گریخت؟ شما، نه شما و نه مقلدین شما وارد ملکوت نمیشن. وقتی عیسی مسیح به علمای دین یهود، تنها دین حقیقی تاریخ، یک دین بیشتر حقیقی وجود نداره، مسیحیت که اصلا دین نیست، بله، که اگر بود اون هم الان تاریخ مصرفش گذشته بود، ولی یک دین حقیقی وجود داره یهود، یک پیامبر راستین وجود داره موسی. وقتی عیسی مسیح به علمای دین و رهبران مذهبی یهود میگه وای بر شما ای افعیزادگان وارد ملکوت نمیشید، چقدر بیشتر آخوندهای اسلام، رهبران علمای دین و رهبران مذهبی اسلام افعیزاده هستند. من در شگفتم برادر، در حیرتم و چقدر تأسف میخورم از اینکه بعضی از خادمان برای خامنه ای دعا میکنن. عیسی مسیح داره میگه اینا وارد ملکوت نمیشن، ما بیان دعا کنیم که بشن، یعنی بر ضد اراده مسیح دعا کنیم. آیا دعایی که بر ضد اراده خداونده، اصلا این یعنی گناه؟ گناه یعنی چی؟ به زبان عبرانی گناه خطا، خطا بر وزن خطا که از عهد عتیق نوشته شده به اون زبان، و به زبان یونانی که عهد جدید نوشته شده گناه هست، هامرتیا. الان تمام میکنم برادر، میدونم وقتتون. نه خواهش میکنم، استفاده میکنیم. بله، گناه یعنی خطا و به هدف نزدن، و وقتی ما کاری داریم میکنیم بر ضد اراده مسیح، این یعنی گناه.
و دعا کردن برای افعیزادگان، دعا کردن برای سید علی خامنه ای بر ضد اراده مسیح است. چون مسیح فرمود اینها وارد ملکوت نمیشن، بعد ما بیایم دعا کنیم اینها رو نجات بدین، یعنی وارد ملکوت بشن. برافو 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 برافو. با سپاس، با سپاس از برادر عزیزم، از اون غیرتت و با آگاهی که دارم نسبت به خدماتتون برادر خوبم، میبینم که پر از روح هستید حتی در زمان صحبت. و حتی هم وطن عزیزم که این مطالب رو میشنویم، این رو بدانیم که همه ما روح القدس رو داریم، این قدرت و این قوتی که در بدن وجود برادر عزیزم آقای محمد کریمیان هست در تو هم هست. بیستید در کنار هموطنان، همون گونه که برادرم اعلام کردن، بله که ایمانداران مسیح امروز در تظاهرات هستن، اما اگر ایماندارانی هستید که شما در صدد و اندیشه این هستید که فکر میکنید بهتر هستش که دعا کنید، خب برید در برابر کلیساهای بسته دعا کنید، جمع بشید، به هم زنگ بزنید. من نمیخوام اینجا اعلام کنم من شما رو به عنوان یک شخص رهبر هدایتتون میخوام بکنم، خودتون از درون کلیساهای خانگی بدون اینکه حتی هدایت و حمایتی بخواید بشید از بیرون از سرزمینمون ایران، از شبکه‌ای، از کشیشی، با هم دعا کنید و بلند شید برید در برابر تمام کلیساهای بسته، به طور خاص کلیسای جماعت ربانی در خیابان طالقانی کنار دانشگاه هم هست، اونجا دعا کنید و دعاتون هم هدفمند باشه، یعنی سرنگون باد نظام اسلامی در نام عیسی مسیح، آمین. این دعای شما باشه. کلیسای ایران بسته شد و ایمانداران سکوت کردند. چرا؟ خادمین سکوت کردند. چرا؟ فقط دعا کردند. چون فقط دعا کردند. و دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، نظر شما رو هم میخواستم در رابطه با آنچه را که به عنوان یک نظریه بود، فراخوانم نیست که من اعلام کردم. دار عالی برادر، در یکی دو دقیقه تمام میکنم چون فرمودید وقت نداریم. ما هر چقدر در مقابل شیطان عقب نشینی کنیم، شیطان پیشروی میکنه. کلیسای جماعت ربانی هم برای همین بسته شد که زیاد خادمان عقب، زیاد تسلیم شدن و عقب نشینی کردن. الان نظرشون دگرگون شده، الان متحول شدن، خدا رو شکر. ولی میخوام مردان خدا، کسانی که خدا رو حقیقتا رهبران اون کلیسا هدیه آسمانن به ایران، ولی اشتباه همه ما میکنیم. بسیار پیشنهاد عالی کردید که در مقابل این کلیساها بایستن و برای باز شدن درها با فروپاشی نظام سرتاپا ابلیسی حاکم بر ایران دعا کنن. برادر جان، ایمان دارم و تردید ندارم که خداوندی که صد هزاران نیزه فرعون را در شکست از موسی با یک عصا، همان خداوند توسط دختران و پسران کوروش در سرزمین کوروش این فرعون را از اریکه قدرت به زیر میکشه. به زودی و به زودی این فرقه تبهکار کودک کش از اریکه قدرت به زیر کشیده میشن و این آتش مقدسی که در ایران شعله ور شده هرگز خاموش نخواهد شد. آمین. و هر روز شعله ورتر میشه، هر روز پرخروشتر این جنبش متبارک به پیش میره و تا نابودی شیاطین حاکم بر ایران از پای نخواهد نشست. در نام عزیز عیسی مسیح پرخروش، پرتوان و پر اقتدار باد این جنبش متبارک در نام عزیز عیسی مسیح. آمین. برادرم در انتهای وقت هستیم، شاید یکی دو دقیقه بیشتر وقت نباشه، اما سپاسگزار میشم. دوست دارم با دعای شما این برنامه رو به دستان خداوند بسپاریم و همچنین هموطنانمون برکت بگیرن. بفرمایید، خواهش میکنم. پدر جان، در نام پر اقتدار عیسی مسیح با توبه و شکرگزاری به حضور تخت فیضت میایم، نه به قوت نه به قدرت، بلکه در زیر پوشش خون بره بیعی به آسمان وارد قدس الاقداس میشیم و دختران و پسران کوروش رو ای خداوند به حضور تخت فیضت بلند میکنم. کوروشی که خداوند قوم تو را یک روز آزاد کرد از اسارت، اکنون وقت است که باز آیی و قوم کوروش رو از اسارت فرعون آزاد کنی ای خداوند. آمین. کوروش ما ای خداوند روزی قوم تو را آزاد کرد. اکنون در نام عزیز عیسی مسیح از تو می طلبیم که دختران و پسران کوروش رو از اسارت افعیزادگان آزاد کنی. آمین. ایران ما رو آباد و آزاد کن و رهبران بعدی رو
نوع حکومت بعدی رو، سرنوشت ایران رو، همه و همه رو به دستان فیض تو میسپاریم و همدل میشیم با مقدسین تو و دعا میکنیم که هیچ خطری ایران رو تهدید نکنه و دوره انتقال از این حکومت افعیزادگان به یک حکومت سکولار دموکراتیک که دقدقه اون آبادی و آزادی ایران باشه در زیر فیض، لطف و محبت تو صورت بگیره. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت میکنیم. پس هموطنان عزیزم، با همین دعا، با این قوتی که روح القدس به همه ما داده، کنار دیگر هموطنان بایستیم در تظاهرات هر روز، هر روز با فیض خداوند، همون گونه که بعدم درباره کوروش خیلی صحبت کرد، هفتم آبان که روز کوروش هست، ما شاهد سرنگونی کامل نظام اسلامی باشیم. ما نیست که خارج از کشور هستیم، شنبه در تظاهرات خواهیم بود، جایی که اعلام میکنن و تشویق میکنم ایمانداران مسیح در کلیساهای فارسی زبان، ارامنه، آشوری که همه ایرانی هستید، خواهش میکنم به ما ملحق بشید. میخوایم با همدیگه در کنار هم دعا کنیم عزیزان، دعا کنیم. در دعای اول ما و آخر ما سرنگونی نظام اسلامی است. سپاسگزار هستم از برادر خوبم آقای کریمیان عزیز. توی برنامه دیگه در خدمتتون باشیم، از اشعار شما هم نیز بشنویم. فیض خدا با شما عزیز. سپاسگزارم. ممنون. مرسی. پس هموطنان خوبم، شما رو به دستان پرجلال مسیح میسپارم. ممنون که از اینکه با ما بودید. ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. شاهد ایرانی آزاد خواهیم بود. چشم همش براته، خدا به هم